سلام و درود هموطنان عزیزم، در میان جمع دوستان اوکراینی و بلاروسی هستیم. اینجا یک هاب اپوزیسیون بلاروسه، کسانی که در بلاروس با رژیم مستقر درگیر هستن بر سر همون مسائلی که ما درگیر هستیم. در اوکراین آمدن و یک هابی رو تشکیل دادن با همکاری ایوان اینجا و دارن برای آزادی و دموکراسی در بلاروس و جنگ علیه پوتین و دیگر یارانش کار میکنن. امروز ما رو دعوت کردن اینجا که ما اینجا با این عزیزان یک گفتگوی داشته باشیم. هاب اپوزیسیون اینجا یک مرکزی داره میشه که واسه اولین بار دارن با یک چهره های از اپوزیسیون ایران هم آشنا میشن. اونجا که میبینید پشت اون میله ها چهره هایی هست که در بلاروس اون تمام اینها زندانیان سیاسی هستن که در بلاروس برای آزادی مبارزه کردن و همکنون در زندان هستن، مانند زندانیان ما. حالا من یک صحبت های رو میکنم با دوستانمون یک چند دقیقه و برای شما ترجمه میکنم. ایوان، thank you very much for having us here. It's great and it means a lot to have you guys and you next to us in this war. It's the same war. It's the same enemy. We have a common enemy. По-перше, я вдячний за вашу підтримку Україні і українцям, за те, що ви відстоюєте наші інтереси і боретесь проти злочинного режиму Ірану, який передає власне ці шахеди, дрони і так далі, які знищують українських людей. اگر بخوام خیلی خلاصه براتون توضیح بدم، من از ایوان پرسیدم که البته پوزیشن ایوانم معرفی میکنم، ایوان پوزیشن بالایی رو داره، جاهای مختلفی در اوکراین فعالیت میکنه شبانه روز. پرسیدم که چه حالتی داری، چه حسی داری از اینکه واسه اولین بار با چهره های از اپوزیسیون ایران داری میشینی گفتگو میکنی و برنامه ریزی میکنی برای کار در آینده. ایوان گفت که خیلی خوشحاله از اینکه با چهره های از ایران داره الان واسه اولین بار کار میکنه و ما باید در این جنگ، ما باید کنار هم باشیم، باید یک دشمن بیشتر نداریم، اون رژیم پوتین و همین دست نشانده هاش مانند رژیم ایران، رژیم بلاروس و این رژیم هاست، باید با اینها بجنگیم. درونای شاهد 136 جمهوری اسلامی که امروز داره اوکراینی ها رو میکشه، اسناد دیگری از اقدامات تروریستی رژیم ایران و رژیم پوتینه که گفت باید با هم متحد باشیم و خیلی خوشحاله. الان میخوام پیام همبستگی مردم ایران رو به ایوان و همکاران بلاروسیش اینجا برسونم و نظرشون رو در این مورد بپرسم. ایوان، on this trip my main focus is on Shahed drones and 136 and the second thing is bringing the message of Iranian people to you and Ukrainians and the people from Belarus to tell you the people of Iran are separated from the government, are different. Their hearts are with you. They are against this regime and they have been fighting for 44 years. So this is the message of Iranians and I want you by yourself tell Iranian people what do you think about them and what is your message to Iranians? Перше, дякую за те, що доносите позицію іранського народу до нас, до українців. Ми зі свого боку її транслюватимемо і розказуватимемо, що Іран незалежний від тієї влади і потрібно розділяти уряд Ірану і іранський народ. І, власне, що б я хотів сказати для представників простих жителів Ірану, що Україна захищається на сьогоднішній день і захищає весь цивілізований світ, Європу від російської агресії, від диктаторського режиму. І з диктаторами потрібно боротися, їх потрібно перемагати і лише разом, спільними зусиллями, під час спільної комунікації ми можемо це зробити. ایوان گفت که تشکر میکنه از همه ایرانی ها، از اپوزیسیون ایران که دارن اینقدر تلاش میکنن برای جنگ در مقابل دیکتاتورها. پیام دیگه‌اش این بود که دوباره ما باید با هم متحد باشیم و
ما میدونیم که مردم ایران جدا هستن از این حکومت، خیلی تشکر میکنیم از اونا در این جنگشون و ما یک دشمن بیشتر نداریم و آرزو کرد که بعد از جنگ ما بتونیم روابط بسیار دوستانه داشته باشیم، به خصوص در بخش دانش و تکنولوژی، و بتونیم اتفاقا چون دانش آموزان و دانشجویان زیادی از ایران میان به دانشگاه های اوکراین برای ساینس و تکنولوژی، و آرزو کرد که بتونیم از این دانش درست کردن پهبادها و درونها در یک فضای صلح آمیز بعد از جنگ استفاده بکنیم. حالا میخوام از ایوان بپرسم که مقام خودش رو اینجا هم بگه که من برای شما توضیح بدم. مقام ایوان که ми працюємо для того, щоб асоціація самоврядування створилась для того, щоб відстоювати інтереси самоврядування і розвивати пряму демократію людей, не по відношенню до всієї країни, а по відношенню до тих населених пунктів, де вони проживають. Коли почалася широкомасштабна агресія з боку Російської Федерації і самоврядування, ми були вимушені реагувати на ці виклики і, власне, перетворювати в тому числі на сектор оборони наші фронти. همون که توضیح دادم، یعنی نقش ایوان خیلی مهمه، نقش هماهنگ کننده است میان دولت‌های محلی و دولت مرکزی و حتی مردم اوکراین، مردمی که میخوان، حتی ساده‌ترین مردم عادی که میخوان در این جنگ شرکت بکنند، با دولت‌های محلی خودشون در تماسن، اونها مردم رو هماهنگ میکنن، آماده میکنن، و اینجا ایوان اون دولت‌ها رو با دولت مرکزی هماهنگ میکنه و احتیاجاتشون رو برآورده میکنه در این جنگی که فعلا 16 ماه پوتین تحمیل کرده به اوکراین. حالا سوال بعدی من از ایوان متفاوته، فکر کنم آخرین سوالم باشه، بعد در مورد هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه پاسداران با دو تا موشک سرنگون شد و 176 نفر در اون کشته شدن. میخوام نظر ایوان رو در این مورد بپرسم. ایوان، of course you heard about the Ukrainian airplane with 176 passenger that has been shot with two missiles of IRGC, the Islamic Revolutionary Guard Corps, Iranian Islamic Revolutionary. I want to know your feeling about that. The airplane, we have 176 innocent people died because Iranian government shot this airplane. І на превеликий жаль, ми тоді, як громадяни України, не дотискали і не наполягали на того, щоб цей режим і ці люди, які здійснили злочин, були максимально жорстко покарані. Іван каже, що це вагон як трагедія вагон واقعی بود که رژیم ایران اومد و این هواپیما رو سرنگون کرد، 176 نفر کشته شد و آرزوی 3 سال پیش ما قدرت اون رو نداشتیم که کسانی که این کار رو کردن و این هواپیما رو سرنگون کردن رو بیاریم و به میز محاکمه بکشونیم و اون عدالت رو در مورد اونها برقرار کنیم و به سزای اعمالشون برسونیم، و تنها آرزومون اینه که به اون مجازاتی رو که اونها باید بهشون لایقش هستن در موردشون اعمال بشه و اونها رو بتونیم که این هواپیما رو سرنگون کردن و مردم ما رو این گونه کشتن و البته مردمان دیگری 176 نفر رو بتونیم به پای میز محاکمه بکشونیم و مجازاتشون کنیم. Є така недосказаність, яка відбувається, мовчазна якась згода, відсутність протесту і показовості, власне, і призводить до того, що створюється ось такі диктаторські режими. Іван каже, що ми, به عنوان یک نیشن، مردم اینجا در اوکراین از تمام قدرتمون استفاده نکردیم برای اینکه نشون بدیم رژیم ایران این هواپیما رو چگونه سرنگون کرد و یک سوء تفاهم ها، یک میشه گفت سوء برداشت هایی شده بود، و میگه ما از تمام توانمون اون موقع استفاده نکردیم و از این مسئله پشیمونیم، و میگه ما باید با جهان بیشتر در ارتباط باشیم تا بتونیم با قدرت‌های جهانی، با رهبران جهانی، تا بتونیم اطلاعات بیشتری رو در ارتباط با سرنگونی این هواپیمای اوکراینی توسط رژیم جمهوری اسلامی به دنیا بدیم. My last question. What do you think
This is my question to all of you. What do you think about this war? It's been Putin thought he's gonna come and invade the whole Ukraine in 3 days. Now it's 16 months. And now we say Wagner Group turns back to Putin. And this is just the start of it. What do you think about next 5 months? Наступні 5 місяців, ну, Україна однозначно переможе. Просто для нас, для всіх потрібно зрозуміти не те, що межу цієї перемоги, а усвідомити ті втрати, які ми понесли, в першу чергу серед людей. З другої сторони, та кількість територій, яку ми повернемо, ми надзвичайно великий проміжок часу не зможуть там люди ні жити, ні працювати. Наслідок величезної кількості мін, екологічного забруднення, екологічної катастрофи. Тут Херсонська область, частина Миколаївської, Запорізька і так далі. Сьогодні мене з Іваном буде, що чи фікр می‌کنید در مورد 5 ماه آینده این جنگ و چگونه است می‌بینید؟ گفت سال اول که پیروزی بوده برای اوکراین کاملا، خب خسارت‌های زیادی به این کشور وارد شده و این خسارت‌ها به جاهای مختلفی رو گفت، به معادن، به کارخونه‌ها، به جاهای مختلفی. گفت ما به کمک‌های بیشتری احتیاج داریم برای اینکه پیروزی و صلح رو هر چه زودتر به اوکراین برگرد. Thank you very much. Thank you too. Thank you.